با تو سلام میکنم، با تو سلام میکنم، کنار تو مینشینم و در خلوت تو شهر بزرگ من به نام شود. و ابتداست با نام با برکت رب جلیل که راز قلب ها را خوب میداند. من عبدالحی آبر هستم و شما بیننده برنامه کاکتوس هستین و مهمان من در این برنامه کسی است که خب داود لودین نام داره و این آقای داود لودین هنرمند سینما است، هنرمند تئاتر است و هنرمند رادیو تلویزیون است. در مجموع هنرمند است و ما برش خوش آمدید میگم. آقای داود لودین به برنامه کاکتوس ما خوش آمدید. زنده باشین، سلامت باشین آبرسای بزرگوار. ما هم سلام احترامات خدا به بیننده های عزیز و همکاران تکنیکی خود تلویزیون یک جهان احترام و تقدیم میکنم. تشکر عزیزم، خوشحال شدم که آمدی. ببینید آقای عزیز، یک مقدار مشکلی که شما در صدای آقای لودین میبینید دلیلش این است که آقای لودین 38 سال از ورای پرده رادیو تلویزیون، از ورای پرده سینما و از استیج تئاتر 38 سال زندگی خود وقف هنر و هنرمندی کرد. از صدای زیبا و چهره قشنگ و هنرمندانه خود کار گرفت، دلهای هزاران و میلیون ها هنردوست شاد ساخت، بعضن غمگین ساخت و خلاصه احساسات و عواطف خود برای هنردوستان انتقال داد و بسا دریغ و درد که امروز این هنرمند واقعی و خوب و اصیل ما مشکل بسیار جدی در صدای خود داره و چقدر دردناک است وقتی یک بلبل خوش آواز صدایش داره از دست میت خدای نخواسته، و یا یک هنرمندی که 38 سال با صدا و چهرهش زندگی کرده و لحظات خوش آفریده امروز دچار یک درد جانکاه است که خدا نکنه جانکاه باشه، و امیدوار هستیم که از این درد رهایی پیدا بکنه. خوب است که از زبان خودش بشنویم. عزیزم، در این صدایت چرا تغییر آمده و این چیزهایی را که در گلونت بسته کردی به خاطر چی است؟ آبر صاحب عزیزم، ما تقریبا در حدود 2 سال پیش اما تو دفتن آوازم پخش شد، خفک شد. بالاخره ما بودم برو خیلیت که چیز خوردیم گرم یا کدام چیزی شده. خب بالاخره پیش دکتر بود، پیش از او بود، پیش از او بود، دیدم که آوازم جور نشد و بدون آواز روز بر روز ما یه طور کسل شده میرفتم، اشتهای من از من رفت و فقط کوشه نشینی میکردم، میخواستم که فقط استراحت کنم پرتم خدا، اما چیز سرم خوش نمیخورد. بالاخره استاد بسیار پیش دکترهای داخل رفتم، بالاخره دم شفاخانه میوان رفتم، اما باسره شریفی میگه خدا رک بنا بازی که سعی کرد، گفته که والا ما چی کردم، یک کرا شما آگه شوه یا هندوستان یا پاکستان برین، اینجا ما به تو وسایل نداریم که تداویش کنیم. یعنی در آغاز چی تشخیص کردن یا نتونستن تشخیص کنن؟ تشخیص در اشتباه بدن و دیگه جا مای نکرد، سعی کرد در داخل اما تو در مثل انجری ما در گلونه ما یک چیزه که تو سر زده بود برامده بود غدود رقم گوه غدود ردم و گیر کردم که خیلی شاید تنزل باشه کدام چیزه، اما دیدم که نه نبود. باز اینا فهمیده بودن بخیلم اشتباه داشتن، گفت بیجه تداوی شما نمیشه چون ما وسایل نداریم، شما را اگر شبه برین خارج. یعنی هنوز تشخیص قطعی نکردن، فقط در اشتباه بودن. بله. و این اشتباه چی بود؟ یعنی چی فکر میکردن که چی شده خدای نخواسته هنجری تو را؟ حتما اینم اشتباه سرطان کرده بودم، سرطان است. آه خدا، یعنی که هنجری تو دچار سرطان شده؟ بله بله بله. خب بعدن چی کردی وقتی در اینجا جواب دادن که تداویت نمیشه یا حتی تشخیص نتانستن؟ تشخیص نتانستن، گفت پیجا وسایل نیست، شما برین به خارج، برین پاکستان، برین هندوستان، برین یک جای برین. باز ما چون قدرت توان ما نبود، باز ما پاکستان رفتم. پاکستان رفتم، باز موجه در لاهور خود رساندم، موجه که وایده که معاینات و چیزا کرد، از اینجا ورداشت سمپل گرفت، سمپل گرفت. باز 16 روز گفت اولش من ما پس کابل آمدم، مدت بود یک دو سه روز که من پس رفتم لاهور، لاهور که رفتم و دیگه نتیجه اومد که گفت سرطان است. سرطان هنجره یا سرطان میری؟ هنجره. هنجره؟ بله هنجره. این در کدام شفاخانه بودی در اونجا؟ اونجا دیگه در ما آمدم که بهم در شفاخانه با نام شوکت خانم میگم. شوکت خانم میموریال هسپتال؟ بله بله بله. شوکت خانم عمران خان غالبا برای مادرش سرطان؟ بله بله، همون جور کردن. بله
اونجا که رفتم گفت والا شما ایره که سعی کرد گفت پیش هفته زنم ایچه شما برین در یک شب خانه از بنام جنا شما در اونجا برین اونجا یک بخشی از کانسر سرطان دار باز ما از اونجا رفتم اونجا که رفتم بازنا گفت که دیگه ما مقام میکنیم که با شما کیمو دادم میریم که امی از زنجره خود ایلا بوده که ما انجلیت بکشیم کیموتراپی به اصطلاح بلا که انجلیت بکشیم ماینات کردیم یعنی میخواستن زنده انجلیت در بیارن دور برزن زنده انجلیت میکشیم و یک چیز وسایلی هست که او رو مناسب میکنیم او رو با بسیار قیمت گذاب خریداری میشه یا مانده میشه باز او رو میگیری دستتا یکان بسیار خفیف میتونی که گپ تو سینمایی است یک فیلم اونبک اگه دیده باشی یک بله بله خب یعنی میخواست از تو باش خندام کرده میتونی یعنی خو یک مقدار خنده تو را بتون یعنی اونو کرکتر اونبک هوری که صدای خود گلون خود اینجا میگرفت و اینا نابره خنده همه چیز نه اینا همه تو شده بله خب این آخرین چیز از او بود گویا توصیه که برای خودت کردن بله که انجره را میکشیم و باز یک وسیله فلزی یا تکنیکی میمانیم که تو از او صدایت بتانی خب بالاخره باز به چی انجامید حال خب شکر در گلونتون تو وسیله نیست ولی ما میخواییم یک چیز را اگر لطف کنی به ما نشان هم بیتی یا نشان هم نتی بینندای عزیز فعلا هنجره یا گلون آقای لودین سراخ داره در حقیقت بله بله این سراخ برای چی است؟ چرا سراخش کردن؟ اینجا واده که عملیات که ما را میکرد اینجا را عملیات چون گفت رای تنفسی بند نشه اینجا را چیره کرد اینجا چیم موند پایپ موند واده اینجا را بخاطر از اینجا را چیره کرد که از اینجا رای تنفسی بگیرم خب بخاطر از اینکه دا داخل گفت واده که ما کمو میتیم دگه میتیم ما بادا رای تنفسی قید شود به خاطر قید بودن از این برای پیش بینی که یعنی خدا نخواسته کدام خطر واقعی نشه به این خاطر بازی جره این عملیات کردن پایپ انداختن باز یک پایپ بوده اونجا هر وقت میموند و باز از اونجا بعضی چیزهایی که ضرورت بود یا دیگه بود از اونجا میموند از اونجا خارج میشه بسیار جالب است این صدای تو باز یک مقدار با این مقدار تداوی هایی که کردی مثلا کیموترافی گرفتی و عشا هم دادنه تو عشا چطور بود بالاخره چیز بهبودی هم حاصل شد صدا در او حدی که پایین شده بود حال خو یک مقدار ماشاءالله خوب است بله بله حال چون اینجا ذره باز است ای که خدا بسته کنه آواز خوب میشه بخیر حال به دلیل همون سراخ بودنش هنوز هم صدای تاثیر داره هوا داخل میشه شخص پیدا میکنه هوا منظم آواز نمیتونه برای اینجا که دستت هم مگذاری دلیلش هم ایست که بله بله اون سراخ بسته کنی که بسته شد آواز ما صحیح برای بله. و اگه آواز باشه در صدایت باز یکمه که باز جرمه دیگه چون تو دوتا چی پیدا کردی در حقیقت دو سراخ پیدا کردی خب تو را به خاطر خنده میتونم که خیلی جگرم خون شد عزیزم خواهش میکنم واقعا متاثر به خاطر برات شدیم که سر این دردا و رنجای بی پایان خب بعدا میاییم ولی خب چون دوست ما هستی از تقریبا نوجوانی که ما و شما در این راه هنر آمدیم و این عمری تا گذشتاندی عزیزم خب 37 سال شد سر از این کارهایت خو یقین هم گپ میزنیم آلی بیا باز برای ما بگو که بالاخره چی شد آلی هنوز به نتیجه قطعی نرسیدی بله ادامه در کجا رسید ادامه در این بود که اونا گفتن که بگیرین وعده که مرا عملیات کرد ایر عملیات که شدم امیر گرفت که پس گفت که سرطان است بعد از عمر کیمو داده رفت و می آمدم کیمو می گرفتم بعد از کیمو باز ایجا دیگه عملیات کرد که بخاطر از ایجا که ایجا چی نشه واده که شوها میتیم خورد و نوش کرده نمیتونیست بله چیز را چی نشه باز ایجا پایپ انداخت باز ایجا تقریبا 8 ماه 7 ماه از ایجا در توسط پایپ پیچکاری ایجا تیر میکردم چیزهای مایره بعد از او غذا میگرفتم از او خب عالی سلسله ادامه داره تداوی هایت یا نه به یک حدی رسیده که دیگه نیاز نیست چه قسم از حالت ما نه برای فعلا فضل پروردگار است که وعده که کامرا انداختن پس دیدن که چیز معلوم نمیشه اما چیز هیچ اصلا اثری از سرطان وجود نداره و در داخل چیزی نیست بعد از او بازی بسته کردمی چی از این که بخلم کدام که خطا خورده بود جمع شد یک ذره ماند حال سراخ مانده دیگه حال با اصطلاح دیگه قدرت و توان نشد من از شما چی پد کنم تقریبا من خانه را گرو کردم به بسیار مشکلات تیر کردم دیگه تا پول پیدا کردم تا که تداوی و
رفت آمد و دیگر رو میره کدم. یک رفت آمد ما چقدر پول میشد و در اوجا اتاق گرفته بودم. بچه ما میبردم، یک بچه کاکایم بود. بیایم سر عزیزم، دکترها چی گفتن؟ آیا خودت چی فکر میکنی که چی باعث شده که حنجره تو دچار سرطان شود؟ والا ما گفتم چی میردی چی دی؟ سگرت میکشیدی؟ بیا که ما تو حرف بزنیم. بله بله سگرت. 40 سال است. چرا سگرت میکشیدی؟ والا دیگه اشتباه تو از ما پرسان گو بگو تو چرا میکشیدی؟ اشتباه بزرگی. یعنی دلیل همون کشیدن سگرت و استعمال دخانیات. انجری ما هم سگرت هم تر کرد. چند سال سگرت تا این دمه کشیده بودی؟ تقریبا در حدود ایش که نباش یک 30 سال کشیدیم. خب پس دلیل اصلی همو استعمال سگرت بود. بله بله. ما در پانتون سال 60 که در پانتون فارچی شدم شامل شدم، اما تو شوقی شوقی و بچه ها به تو یک دانه بگیم. بله از این شوق خوش رو کردیم که بزاق رسیم. خب امیدوار هستم که خداوند صحت و شفای کامل نصیبت کنه. حرفای قشنگی دیگه هم داریم سر از این حرفا و پهلوهای هنری تا میاییم و اون مشکلاتی را که تو دیدی و هنوز هم دوچاری هستی سر از این هم گپ خواد زدیم. پیش از او تو یک از او خمانت نکرد تو یک شب او بخو، من یک وقفه کوتاه میگیرم. بیننده های عزیز با کاکتوس باشین و با ما و آقای لودین بسیار زود برمیگردیم. و بازم خوش آمدید به ادامه برنامه کاکتوس با ما و آقای داود لودین، هنرمند سینما، تئاتر و رادیو تلویزیون. و حالی بهیم سرزی که تو یک هنرمند هستی، هنرمندی که صدا داشت، چهره داشت و حالی هم شکر داره 38 سال از همی چهره و صدایت کار گرفتی. وقتی یک هنرمندی که با صدای زندگی کرده و لحظات خوش آفریده و هنرش بوده و افتخاراتش بوده، چیزی دیگه خب ما شما نداریم با جزمی افتخار و معنویت هنر. وقتی احساس کردی که صدایم دیگه داره مفته و یا هنجره مره میکشه، اما حسی که کردی من از یک هنرمند تو خواه احساس عواطف انتقال دادی، چی حس کردی؟ همین حست به ما و به بیننده های عزیزم لطفا انتقال بده با کلماتت. والا بسیار بسیار دیگر خون شدم، به حد نارام شدم. گفتم خداوند کلک زندگی ما وادم است و هیچ قلقه هنری که دارم، فلم و سینمایی که دارم زندگی ما است. یک آواز مرا پروردگار چوه دیگه برای ما چی میمون؟ دیگه بسیار مایوس شده بودم. حالا دیگه فضل خداوند است یک کمه که امید است بخیر که آیستا آیستا بخیر برم یک را تمیجیم بخیری را پاس یک چی چوه که میره بخیر بدوزم یا قدرت توان شوه که پس بخیر بجا برون. خیلی خوب، امیدوار هستم. بله. بیایم سر ازی که دینی 38 سال که ماشاءالله یک عمر از و یک عرصه از کار کردی، کارا و فعالیت هایت برای ما لطفا بگو که 38 سال که خیلی عرصه کلان است. آغازش از کجا کردی؟ از سینما، از تئاتر و یا راستن از تلویزیون؟ چقدر کار کرده باشی در بخش های مختلف هنری؟ بله، آبر صاحب قم تقریبا سال 65 که ما از پانتون پاره شدم و آمدم، چون زیادتر علاقه ما از اول به سینما و به فلم و سینما اینا بود، راستن رفتم افغان فلم و اوجا یادش بخیر واید نظری نظری سه بوجا بودن و ما را گرفت اوجا شامل شدم در بورد مسلکی مردین بودم. اوجا بودم کارهای هنری از اوجا با شروع شد. دیگه اولین فلم بود به نام حادثه. بله که از آقای شبان، عباس شبان، عباس شبان، خداوند ساعت کامل بدهش انسان بسیار شریف. بازم او اولین فیلم همو بود که ما گرفتم و دم اولین فیلم مرا مدال افتخار داد. ماشاءالله. بله. یعنی از آغاز که هنرمند. از آغاز بله. نام خدا. خب بعدا در افغان فیلم چقدر ماندی و با چطور شد؟ تقریبا افغان فیلم تقریبا در حدود سال 20 سال دیگه 20 سال پیش من در افغان فیلم بودم. بعد از او که وقتی که طالبا و کرته دول که آمدن باز ما را در تلویزیون ملی معرفی کرد، باز تلویزیون افغان فیلم دروازهش بسته شد. یعنی دروازه افغان فیلم بستن و شما باز ما آمدیم در بنام رادیو شریعت غگ در خود رادیو و ساد بنام رادیو شریعت غگ آمدیم ایزوای بودیم. خب در اینجا با فعالیت های چی بود؟ فعالیت های هنری که دامن کرد؟ نمایشنامه ها و این؟ بله نمایشنامه ها بود، چیزهای موضوعات آموزشی بود، تعلیمی بود، تربیتی بود، انتقادی بود،
زیادترش آموزشی بود به خاطر همین بعض زیادتر موضوعات فامیلی و مسئله جامعه بود که انسان در جامعه و در فامیل خود چی کنه چی نکنه. بله. چه قسم شخصیت باشه. دقیق. خیر انسان باید برسه شرش نرسه. دقیق. با این همی موضوعات بیشتر با موضوعات اخلاقی و برنامه پرداختیم. بله. باز اونمو نمایشات کوتاه کوتاه جور میکردیم، باز اونمو رو باز میرفتیم تمثیل میکردیم و اونا رو اجرات و تنشر مسپردن. خیلی خوب. این خوشا دور اول امارت اسلامی که آمده بود. باز آمد یک دور نیراسی پیش از یک دور تشتت و پراگندگی و زد خورد بین گروه های و مجاهدین صاحب های ما چسبیده بود. در اون دوران هم فعالیت هایی داشتی نداشتی؟ بله در اون دوران داشتیم. بله دیگه در تلویزیون بودیم، جنگ ها راکت ها می آمد ما می آمدیم. یادت هست خب ما و شما بودیم بله، بود زیر زمینی ها که خودت یک جای چقدر راکت در کجا می خورد. بله قرارگاه هم دفتر سینمایی ما بود اگه یادت بله یک جای بودیم در زیر زمین مدر آمدیم. بله بله. از بالا راکت ها می آمد و گمش گر روزش راکت بود خصوصا نیساه. ولی دینامیت شرایط جالب است که کار کردی روی استیج می رفتی از اون سالای پرمشقت و بمبارد و راکت باز هم کارا سقوط نکرد توقف نکرد. کارا پیش می رفت. کارا بود دیگه تقریبا فیلم ها در حدود کدام 10-12 فیلم هنری دارم. بله کنا فیلم ها کلکش 2 ساعته 1.5 ساعته فیلم های هنری زن. دیگه سریال ها زیاد از سریال عشق پیری که تقریبا در حدود 120 قسمت هستم. چون نقش مرکزی است از ما. بله دیگه اوجه کار کردیم. بچه سریال هستی دیگه یا بچه فیلم گفته بدماشی شدم. خب بدماشی سریال بودی. خب ما سر ما را هم گازی زمان خواهش میگم. برای در تضاد چی بودم امرای خدا با مغفرتش کنه آقای غفار زلان اونا به نام چی بودنه عشق پیری بود. عشق پیری بله. آه دیگه باز ما از او رقابت داشتیم سر گلنار و عاشق گلنار. بله. وام بود ما هم بودم. بله عشق پیری بود. عشق پیری بود دیگه. بله خب یک مثلث عشقی تشکیل شده بود. بله بله. بسیار عالی. از نمایشاتی که روی استیج اجرا کردی که نوی تئاتریس و یا گویا خب در تلویزیون بدیم ولی روی استیج است. بله. جدا از سینما. آه جدا باز نمایش میدادیم در کابل تئاتر. خود تئاتر خود ما تئاتر کار کردیم. توی سر استیج کار میکردیم، نوشته میکردیم. تقریبا 5-6 تئاتر تلویزیونی داشتیم، نمایشات تلویزیونی. نمایشات خرد کوچک خود بسیار زیاد هست. به حد دیگه ایچه و حسابش خود ما هم کردیم. خب معلوم است که زیادتر فعالیت بوده. بله. دیگه این سریال ها بود و دیگه فیلم هایی که ما کار کردیم و در غیر از این یک برنامه دیگه به نام قالنچه جادوی علی بابا. بله. شنیده باشه. بله بله بله. اون قالنچه که پرواز بله میکرد و میرفت. خودم پرواز میکردم. بله. جالب است. تو بودی خو؟ این موضوعات جغرافیایی بود. به خاطر اطفال بود. این واقعا جالب بود. شما بله. میرفتین شهرهای مختلف دنیا را حتا معرفی میکردین. کلی دنیا را. یک مقدار دیگه بارا گپ بزنی. خیلی برنامه جالب بود اون وقت. بسیار شنونده داشت. این فقط حساب موضوعات جغرافیایی بود. و به خاطر معلومات اطفال زیاد که نمیفهمید. بله. که یه افغانستان در کجاستی کی از او کی از باز نمی بود. باز ما به نام قالنچه جادوی علی بابا با تفلک ها را میگرفتم میفتم بیایی که ما پرواز میگرفتم. یک چیزم داشتی که قالنچه را پرواز میگرفت یادت هست؟ امیر را برای ما بگه عزیزم فکر کنیم. بله. ما اطفال شیشتیم. بله بله. و تو علی بابا در قالنچه ات میایی و یا میخوای ما را در قالنچه سوار کنی و ببری. بله. به طرف یک شهر. بله. این امیر برای ما و برای بیننده عزیز یادی هم سالها را زنده کنیم. آه میگفتم خب بچه ما مادست اینا اینا را دیگه قالنچه بچه پرواز میکنه یک دو سه میرفته جاد آه اینا بچه بازو تفل سوال میدادم باز میگو ولی بابا جان این در پایان چی دریایی چی کدام دریاست؟ آه بچه می دریا این دریا نیست این بر از بچه این بر ملیتران است دیگر این همه تو کوه می آمد تمام موضوعات شهرها کشورها بله. کشورها همه چیزی که می آمد باز اینا رو سوال می دادم و پس جوابش می دادم باز از یک شهر که می برآمدم این بچه در لندن رسیدیم این بچه در آلمان رسیدیم و خلاصه می تمام افغان چی جهان ما گشتم. چی برنامه قشنگی بود. چند سال ادامه کرد؟ تقریبا 10 سال. بسیار عالی. از جهانگردشی ای خو واقعا تعلیمی بود. شما در مورد ساحات مختلف جهان، کشورها، دریاها، کوها نو معلومات میدادین برای نفوسش چقدر پیداوار چی است؟ مردم از با کدام زبان گپ میزنه؟ از کدام نژاد هستند؟ چی پیداوار دارد؟
این نام علی بابا رو چطور انتخاب کردین؟ یا این رابطه میگیره با اون چراغ علی و علادین بود؟ علادین ای دیگه، علی بابا ما تو خوشم اومد یک نام برش چون پرواز میکرد. آره دیمی علی بابا دیگه، بس این نام برش مسمار علی بابا. ایرا خودم گادم یا او علی بابا و چارلز شور واری یک نه نه. خب اونجا می علی بابایی بود که تقریبا کل جاسم سن. خب خو عزیزم این بود کارهای هنریت که مختصرش برای بله ایرا خودم ایرا چی کردم؟ آیا مجاز کردم تقریبا 10 سال مکمل تمام جهان آری آسیا اروپا کلگی جایش کلگی را از بالا گشتاندم. ایتی تو مملکت نمانده که مانده. اول از خود کابل شروع کردم، بعد از اولوستولیا ولایتا، باز از افغانستان که ختم شده یا باز در جهان رفتم پرواز کردم و تقریبا بیشترین کشورها و مناطق جهان از طریق او برنامه معرفی کردم. بله، خیلی زیبا و قشنگ بود. خب عزیزم از جهان گفتی و از جهان گردیشی، خودت هم گاهی رفتی جای کشور مثلا برای اجرای نمایشات یا برای نو شاید هم چکر سیاحت؟ بله بله، ما تقریبا در سال 2012 یک فستیوال شکسپیر بود در خود لندن. باز از ما دعوت کردن، باز ما رو انتخاب کردن در اون نقش و ما نقش امیر ملک داشتم. خب جالب، باز این نمایشنامه از نمایشنامه ویلیام شکسپیر بوده؟ بله شکسپیر بود. بله جان، کدام نمایشنامیش بود؟ این به نام چی بود؟ مکبت شاید؟ نه نه نه، یک اوتلو شاید؟ نه نه نه، رومیو جولیت. خب ما آثار شکسپیر رو برات حساب کردم. بله کدام بود؟ خب یک نام داشت اگه اون نامش شاه لیر. خب چهار نمایشنامه‌ش برای گرفتم. خب هر حال گذر عمر است عزیزم، یک ذره ریسفید شدیم. اشتباهی کمدی آفرین. نه یکی از نمایشنامه‌های معروف ویلیام شکسپیر است. خب بازی چطور شد؟ موفقانه بود؟ تماشاگرانتان غالبا اهل لندن و کشورها بودن؟ کجا بودن؟ بله یه جزیره تقریبا یک 3-4 نفر رفتیم که از اون جمله ممنون مقصودی همراه ما بود. کردزوی دیگه آقای استاد حقجو بود کردیم. آره دیگه خود ما بود، اون نبی تنها بود، شام آمد بود، یک زن بود به نام عابده و پروین مشتهیل. باز ما رفتیم اونجا لندن، باز نمایشات تو جام دادیم، باز آلمان رفتیم. دیگه تقریبا 2 کرده دیگه باز ما رفتم. یعنی در این کشور هم گرفتین نمایشات اجرا کردیم؟ بله بله، در خود لندن هم، در آلمان هم، در چندین شهر لندن و چندین شهر آلمان ما ایره نمایشات. بسیار جالب. شما ایره به زبان دری فارسی را همین کردید؟ بله به زبان دری. بله استقبال چطور بود؟ تماشاچان خارجی چی بود؟ حتی به اندازه شد که اگر نابغه گفته نشه که نابغه نکنم. 7 بار مکمل خود ما پس هر استیج آمدیم کنو های استاده بودن کف می زدن. 7 بار آمدین و ادای احترام کردیم باز انوزان. آخر انوزام کف می زدن دالمان، آخر استاد شدیم دیگه نرفتیم. بسیار عالی. کلگی شش بود از اون. خیلی خوب. پس بیا که باز یک گلونک تازه کو بینندای عزیز یک وقفه کوتاه میگیریم با ادامه کاکتوس و آقای لودین باشین و انشالله که زود برمیگردیم. بله و خوش آمدید میگم به ادامه برنامه کاکتوس با آقای داود لودین. لودین عزیز بی بی با یک حساب خیلی خوشحال ما کردی، هم مرم بیدین دای عزیز از نمایشاتت از سفرات به خاطرات ما را بردی، ولی در عمق واقعا جگرم از لحظه خون شده، دلم خون شده که خبر شدم یک هنرمندی به این پیمانه خوب و به این پیمانه ورزیده دوچار چنین مشکل جدی شده. برای من را بگو عزیزم، از تداویات گفتی، خارج رفتنهایت گفتی که این مصارف از کجا کردی؟ تو خو یک مامور یک هنرمند هستی و حال و روز مامور و هنرمند خود کشور معلوم است. بله بله. مصارف از کجا کردی؟ از چی مراحل گذشتی برای تداوید؟ والا برسای وقتان خودتان بهتر رفیق صمیمی ما بودیم و شما شب و روز گشتیم که قدرت توان اقتصادی ما شما اقا نداره. اگه نداریم چی که اصلا نداریم عزیزم، خو یک ماش دولتی بلد. شاید یعنی نمیرم فعلا نامم یک ماش هست و تا حالا خدا انصافشان بده کدام مجی مرا کمک هم نکرد. حتی دفتر خود ما یک کمک خاص خانه شان آباد که دمیسی آزیری ما کمک کردن مرا، خانه پدرشان آباد که
مرا غیر حاضر نکردن و می رفتم و می آمدم همراه ما کمک و دیگه تو کمک مالی نشد. خب تو از کجا کردی مصارفت؟ چقدر مصارف سرت آمد؟ بالاخره این مصارف ها که او رام در کشور خارج هنوز هم بدبختانه این کشور در این حد نیست که در این تو موارد مریض را کمک بکنن. از کجا در آوردی این مصارف بالاخره؟ والا ما خود نداشتم مورسای بقنه خانه پدری بودم او را گرو کردم خانه را گرو کردم پولش یک 20,000 پاوی شد یک 6,000 $20,000 بله یک 6,000 دیگه هم از دوستا گرفتم دیگه نمی مدت دو ساله که ما میرفتم و می آمدم اینمی مصرف یعنی دیگه دو سال تو حدود 28 تا $30,000 مصرف شده بله 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 خب تو خب یعنی به اصطلاح زیر قرض غرق هستی فعلا بله مامی الان خانم گرو است وقتی خانیت گرو است پس اون مشکلات بی خانگی چطور میشه والله دیگه الان برای فعلا کمکی همراهم خسر و خسر برا هستیم توکل نهادهایی که اینجا وجود داره مثلا حمایت از ژورنالیست ها یا کمیته دفاع از ژورنالیست ها نه یا کمیته خبرنگاران بالاخره ایت ارگان بوده در راستای ژورنالیسم و مطبوعات و هنر و هنرمندی و یا به شمول ادارات دولتی که کسی دست تو را گرفته باشه کمک کرده باشه؟ نه ایچی؟ نه خب چی؟ احساست چی است؟ چی گونه اسم میکنی وقتی که تو 40 سال هنرمندی کرده باشی، مردم خندانده باشی، لحظات شاد را فریده باشی ولی روزی که دوچار چنین غم و چنین دردی میشی هیچ کسی نمی باشه که دست تو را بگیره، هیچ کسی نباشه که تو را کمک بکنه چی حس میکنی در درونت؟ مرا خوامیال خب حس غیر حس ناامیدی دیگه چیز نداریم فقط امید خدا و از امید پروردگار ناامید نیستیم در بیمار میشه یا وقتی یک شوهر و همسر به این شکل بیمار میشه اون حالت خانواده، اون حالت اولادا، اون فضا چگونه بوده، چگونه است؟ والا فضا دیگه بسیار دیگه مطور تراجدی براتان بگویم، جگرخونی براتان بگویم نمیالت همیالت چهار بچه اگر که ما از پاکورته خوانده کلگیش بیکار بیکار است، هر جای که مرجع میکنن امروز بیا سباب یا دیگه سبابی کار نیست دیگه خودم هستم دینی کار دیگه تو کدام کمک خارجام ندارم که من کدام دوست آشنا باشه که برای ما با اصطلاح مثل دیگه آور سیرون برزانه برای ما کمک کنه و هم نیست این ماشی که تو میگیری خب فکر نکنم از خورد و نوش یک آدم هم برش تکافو کنه نه ما تقریبا 9,000 پا ماش میگیرم 3,000 پیش تنها موتر میره ما از خوشحال خان بله از خوشحال خان میرم 20 پا او جمعیتم 20 میز جمعیتم 40 پا یک دار پا 50 پا 50 هم رفت 50 هم اومد 100 پا میره از 9,000 3,000 شد تنها تو ترانسپورت میتی بله دو موتر هم میرم یک موتر از خوشحال خان میرم یکی دیگه هم باز از پیش ولایت کابل باز دیگه موتر دفتر می این اقتصاد ضعیفی نو فقر که دامنگیر تقریبا تمام مامورین در یک سرزمین بوده اتفاقا خب تعدادی بودن که ارده انگشت و سرشان هم در کرایی و دیگای روغن بوده او جدا ولی خب هنرمند طایفه خب مبراست نه در فساد شکر دست داشته نه توانایی زیر داشته که منبع یا عاید پیدا بکنه منتظرم او یک ماماش بوده حال این روزا زندگی چگونه مگذره عزیزم؟ بلا فابر قن برات پیشتر عرض کردم که اونم او چه بوده یک امید آرزوی ما خانه و الوری چی میکنین که کرا هم امیدون این اینجا خانه ما گرو شده و او اینجا خانه که از خود است خدا انصاف بده شان از خود است بازم بگرا که کرا بده کرا امیدون دیگه توکل به خدا دیگه چی کنیم یک چاره بی که بود و
او هم خلاص شد. دیگه کدام غیر نمیم ماش ناچیز. دیگه چیز ندارم. خداوند بدبختی را دور داشته باشه. خو هنوز هم این تکلیف خو به صورت قطعی رفع نشده. یعنی مراحل داره که تو باید دگام بری تداوی کنی. درسته؟ عمل فعلا بسته نشده باز است. آمدیدم سراخ است هنوز. بله. اینال ما ایجا نمیتونم. باید ما برم پس لاهور. پس یه سر تراش میشه. با کاری میشه باز پسی و خاطر که پس گوش جوش بخوره. در یه حالتی پیش نمیه. تا که پس سر تراش نشه. دمو به اصطلاح گوش با هم گوش جوش نمیخوره. باید که اگه عملیات دیگه کارد که تراش شوه باید از اون پس دخته شوه. باز پسی بچسبم. گوش با گوش خوده جوش بکنه. خب این بار از کجا خواستگدی مصارفش؟ خانه بود گرو کردی؟ نه دیگه ما با قرضدارم شدی؟ حالا در مدت باید ما باید یک سال است که میرفتم باید چون نیست پیش اون وقت قدرتم نیست نرفتیم همینجا مانده مینم گلون بسته نمیتون عالی این تأخیر در تداوی خدای نخواسته وضعیت این تکلیف خرابتر نسازه این امکانش نیست؟ نمیفهم نمیفهم منطقه ایره هر لحظه صبح هر صبح هر صبح هر صبح ایره پاسمان میکنم پاکاری میکنم دیگه چیز بیان تک تک هم میمونم دیگه بنداش میمونم پاک ده میرم هر روز. یک سوالی که ذهن من آزار میده اویی است که وقتی 40 سال چیز کم 40 سال هنرمندی کردی خب بیشتر هموطنان ما خودت علاقل در داخل و در خارج کشور میشناسه و ای بسا که تو در چند کشور دگام رفتی و نمایشات جالب را اجرا کردی هیچ صدای از یه جای بر نخواست در حمایتی تو نه از داخل نه از خارج؟ نه بالاخره گفتنی خودت منیسی اگه نرمند تو خود سری از این جامعه هست سری از این بخش برهه تاریخی 40 ساله که قدر خدمات راه کردی یک گونه حق معنوی خود بالاخره میمانه اینجا خود خیلی ها هستن که شکر حالتشان خیلی خوب است خیلی در حالت هم در داخل شکر مردمایی را داره من مخصوصا اونایی که خارج رفتن یک مقدار توانایی مادی را دارن و در بسیاری موارد میتونن کمک بکنن فقط میخوایم منیسی اگه انسان منیسی اگه نرمند حرفایی تا برای مردم بشنوام چی گفتنی برای مردم ما داری چی در داخل کشور چی در خارج کشور خب بالاخره یک درد دل یک خاصی یک آرزوی خب باید موجود باشه در قدم اول آرزوی ما میست که هموطنانم دوستار کسی که از خداوند خوش آرام داشته باشه جان خوشبخت باشه صحت کامل داشته باشه و دیگه قدرت توان اگر کسی قدرت و توان داره میتونه تنها منی با کسای دیگه بیچاری که از حال ما بدتر است براشه کمک خدا بکنن کار چیزی باید باید کمک با یک برادر خود انسان بکنه در حالت و اگر طاقت توان داشته و اگر نیک توان قدرت ندا باشه ما گله نداریم و از پیششون تقاضام نمی کنیم دیگه تو یک دفعه شماری تا خوبه ما بگو تلفن خود داری بله تلفن دارم سفر 0785 0785 0785 21 20 50 0785 21 20 50 خب این حافظه معنوز خوب است نه؟ ماشاءالله این شماره را تمام هموطنان ما بیننده‌های عزیز ما شنیدن یادداشت کردن ما امیدوار هستم بلکه خیلی مطمئن هستم عزیزم شاید تعداد زیاد خبر نبوده باشند شاید هم رابطهشان قطع شده باشه شاید هم از خودت شماره نداشتن ولی اطمینان ندارم از مردم شریف خود چی در داخل هستن چی در خارج کشور هستن یک هنرمندی که در این حال و روز افتیده که خداوند شفای عاجل نصیبت بکنه و ما خیلی خیلی امیدوار هستم که هموطنان ما دستی یاری دراز میکنن و چی خوب گفتن چو استادهی دستی افتاده گیر و ما خوب مطمئن هستیم هم معنویت بزرگ است و هم بدون شک هر گامی که ما و شما در این راستا ور می‌داریم هنرمند مثل آقای لودین که حدود 40 سال برای مردم خدمت کرده و امروز گرانبهاترین عنصر وجود خود که صدای خود داره خدای نخواسته از دست میته اگر مریضیش کلا تداوی نشه جای خوشی ده است که سرطانش از اون نوع سرطان خبیثه نیست نوع تومور سلیم است ولی خب هنوز هم نیاز به تداوی های مکرر دیگه داره ما امیدوار هستم خودتان از مکده به مراتب ارتفاع انسانیت و هومانیتی و بشر دوستیتان بلند است و الهی که همیشه بلند باشه شما آقای لودین هم مطمئن هستم کمک میکنین به امید کمک خداوند به امید کمک مردم عزیز ما
ما بسیار امیدوار هستم از خودم که خیلی ناتوان هستم و هر انسان دیگه که صدای تو را چهره قشنگ تو را میبینن و مشنون دستگیری بکنن یاری بکنن که خداوند از اونا دستگیری کنه و یاری بکنه. عزیزم میخواییم آخرین حرفایت را بشنوم، اگر چیزی از من مانده باشه، گفتنی داری، پیام داری، چیزی در دلت مانده باشه بالاخره؟ والا پیام ما امروز در قدم الگا در قدم اول خامید پیام که خداوند تعالی یک امنیت هزار بار شکر امنیت آمده قوی و یک کمک که روزگار مردم کار است که با خیب می جوان و یک کار پیدا شد دیگه فضل خداوند شکر همه چیز بجای است، امنیت برقرار است، خداوند پیشوانشان باشد. هر کسی که واقعا با این خواه خدمت میکنه، پاک و ساده خدمت میکنه، خداوند پیشوانشان باشد. بله، نه تنها به این خواه که بلکه به مردم از این کشور بطمئن نمی خواه کمی مردم. خب منظور از خواه هم فعلا بله. خب مردم از این کشور هستن بله. که حالتشان بله. تو منعیس یک فرد عادی حالت مردم چگونه میبینی؟ مردم عامه؟ بله مردم هم یکانه چیزی که رنگ میده مردم یعنی بیکاری و اقتصاد دیگه از نگاه امنیت شکر پا قلاده کلی که دلش جمع هستن نه کسی به جای کشته میشه، نه زده میشه، نه چور است، نه چپاول است، نه دزدی است، هیچ چیز نیست بله. سر بیکاری است اما بیکاری، سر بیکاری بله. اما بیکاری است اول همیال هر چهار بچه ما بیکاره بله. هر جایی که میرن فاکورت هم خواندن تا که واسطه قوی نباشه اون کسی نامش آورد. خب اینه دیگه هنوز خوب مشکلات خیلی زیادی بله، داریم بله، بله، بله. که امیدوار هستیم و از خدا میخواییم که روز این جامعه از این گونه مشکلات آری و پاک باشه. خیلی خیلی تشکر عزیزم، با وصفی که خیلی بیمار بودی، با وصفی از اینکه تنت رنجور شده لطف کردی، زحمت کشیدی، به برنامه ما آمدی، خیلی خوشحال ما کردی. از خداوند برایت صحت و سلامت کامل آرزو میکنم و یک بار دیگه از تمام هموطنان عزیز ما تقاضای صمیمانه میکنیم که خودت کمک کنه که من مطمئن هستم کمک و دستگیری میکنه. بازم تشکر، لطف کردی عزیزم، دست میکشم، خیلی تشکر. خواهش میکنم، بفرما عزیزم، بفرما. بیننده‌های عزیز، برنامه کاکتوس این هفته در اینجا به پایان میرسه. تا برنامه دیگه که باز با یک مهمان قشنگ و عالی خدمتان حاضر میشم، همه را به خدای بزرگ و یک تام اسپارم. برنامه ما را هم دنبال بکنین، آقای لودینه فراموش نکنین، شما به یاد و در پناه خدا باشین. الله حافظ.